شماری از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان مدنی بازداشتی در گیلان شدند. آنها بازداشت‌های اخیر در گیلان را محکوم کردند و خواستار توقف پرونده و سناریو سازی علیه تمامی فعالان مدنی گیلان شدند. در این بیانیه که به امضای بیش از 200 نفر از فعالان مدنی رسیده گفته شده تهدید، احضار و بازداشت اعضاء خانواده کشته شدگان اعتراضات اخیر حاکی از آن است حکومت تمامی ابزارهای سرکوبگریش را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم برای جان باختگان به کار گرفته. در بخش دیگر از این بیانیه با اشاره به بازداشت 12 فعال مدنی در گیلان آمده، بازداشت این فعالان تکرار سناریوهای بی اعتبار درباره آنها توسط جمهوری اسلامی که به وضوح با هدف انتقام جویی علیه اعتراضات اخیر صورت گرفته است مورد اعتراض است. حدود 2 هفته پیش و در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی 12 تن از فعالان مدنی را بازداشت کردند. رقیه رضایی، پژوهشگر حوزه زنان و برابری جنسیتی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم رضایی. این در واقع فقط یک نمونه از نمونه فشارهایی که در تمام ابعاد از هفته‌های گذشته مخصوصا داره بر خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های کشته شدگان خصوصا اعتراضات اخیر داره وارد میشه. به اشکال مختلف، انهای مختلف احضارشون میکنن. برخی رو بازداشت کردن، لوازم شخصی هجوم میبرن، یورش میبرن به خونه هاشون. واقعا حکومت همونطور که در این بیانیه اشاره شده با سرکوب اونها دنبال چیه؟ سلام به شما بینندگانتون. ببینید، اصولا جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به خصوص، یعنی اگر که بخوام دقیق تر بگم از دی ماه 96، از بحرانی به بحران دیگه با چنگ و دندون خودش رو کشیده و تونسته نجات بده، یا اگر که به ادبیات خودشون در واقع بخوایم متوسل بشیم، از گردنه به گردنه دیگه خودش رو نجات داده. به نظر میرسه که الان هم دارن همون کار رو انجام میدن، دارن سعی میکنن با سرکوب بخش‌های مختلف جامعه، با نشون داد اعلام این که در واقع سرکوب حی و حاضر به فعالان مدنی، به اساتید دانشگاه. ما امروز میدونیم که 4 استاد دانشگاه اخیراً اخراج شدن، به در واقع خانواده های دادخواه، به کسانی که بازداشتی اعتراضات بودن بعد ادعا شد که عفو شدن و بیرون اومدن، با فشار آوردن به اینها دارن سعی میکنن که اوضاع رو تحت کنترل خودشون در بیارن. این نشون دهنده در واقع یک وحشت فراگیره، به باور من نشون دهنده یک وحشت فراگیر در بین حاکمان ایران هست که دارن تلاش میکنن با تنها رویه‌ای که میشناسن، یعنی سرکوب، خودشون رو نجات بدن از این گردنه، از این گردنه سالگرد ژینا مهسا امینی هم به سلامت خودشون رو رد کنن و حالا احتمالاً تا گردنه بعدی پیش خودشون فکر میکنن که لابد خدا کریمه و یه کاریش میکنن. به همین میخواستم خانم رضایی، ببخشین صحبتتون رو قطع میکنم، اشاره کنم گیرم که از این مهلکه هم جان سالم به در بردن، تا کی میتونن به این سیاست ادامه بدن با شرایطی که ایران از حیث اقتصادی و اجتماعی داره؟ دقیقاً. ببینید، وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای هست که امروز شاید بشه گفت در واقع بیش از 80% جمعیت ایران ناراضی هستن از وضعیت. بسیاری که قبلا ممکن بود به عنوان قشر خاکستری محسوب بشن، این نارضایتی رو علناً دارن ابراز میکنن. یعنی وقتی برمیگردیم به روزهای بعد از کشته شدن ژینا مهسا امینی، می‌بینیم که این اعتراضات فقط و فقط دادخواهی از خون به ناحق ریخته شده ژینا نبود. اعتراضات فراگیر بود، تمامی گروه‌های اجتماعی ایران در اون حضور داشتن. مثلا شما اعتراضات رو در تهران، در شمال تهران هم می‌دیدید، در محله‌های مرفهی مثل زعفرانیه، مثل قیطریه، در جنوب تهران مثل نازی‌آباد هم می‌دیدید. این نشون دهنده اینه که تمامی در واقع طبقات اجتماعی ایران درگیر این اعتراضات بودن. در بین در واقع گروه‌ها و دستجات مختلف سیاسی می‌بینید که از چپ‌ها حضور داشتن، از در واقع احزاب کردی
در واقع گروه های بلوچ، گروه های مخالف جمهوری اسلامی در بلوچستان حضور داشتن، اتنیک های مختلف ایران حضور فعال داشتن. یعنی در واقع ستم های مختلفی رو که جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته در سطوح مختلف و با شدت و ضعف مختلف در واقع به بخش های مختلف جامعه ایران اعمال کرده، در اون اعتراضات ما داشتیم میدیدیم که افرادی که این ستم ها رو متحمل شده بودن در واقع برخواستن و دارن اعتراض میکنن. این که جمهوری اسلامی بر فرض مثال 12 فعال مدنی رو، فعال زنان رو در گیلان بازداشت میکنه، روزنامه نگارها رو بازداشت میکنه، خانواده های دادخواه رو بازداشت میکنه، این نشون دهنده این هست که در واقع چقدر وحشت داره از این وضعیت و امیدوار بتونه کنترلش کنه. اما من واقعا فکر میکنم که این وضعیت کنترل ناپذیره. ممنون از شما. رقیه رضایی، پژوهشگر حوزه زنان و برابری جنسیتی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا.